نهنگ‌های شیبا اینو برای خریدهای جدید 200 میلیون دلار هزینه کردند. ارزی شیبا اینو در قدیمی‌ترین صرافی ارز دیجیتال استرالیا، ولیز شدن شیبا اینو در صرافی رابین هود و آغاز روند سودی شیبا اینو. با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار شیبا اینو رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوها با خبر بشید. نهنگ‌های شیبا اینو برای خریدهای جدید 200 میلیون دلار هزینه کردند. به گزارش وبسایت تحلیلی ویل، نهنگ‌های شیبا اینو برای افزایش اندوخت‌های خود در روزهای اخیر حدود 200 میلیون دلار هزینه کردند. این خریدها سبب شد تا ارزش دارایی نهنگ‌های شیبا اینو به حدود 2 میلیارد دلار برسد. با این میکوین هم طی این مدت حدود 22% افزایش یافته است. گفتنی است که بزرگترین خرید مربوط به نهنگ ناشناسی بود که 8 تریلیون واحد شیبا اینو به اندوخته خود اضافه کرد. ارزی شیبا اینو در قدیمی‌ترین صرافی ارز دیجیتال استرالیا، صرافی کوینجار، قدیمی‌ترین صرافی ارز دیجیتال استرالیا، امروز در توییت اعلام کرد که میم کوین شیبا اینو را در پلتفرم خود عرضه کرده است. کوینجار که یکی از قدیمی‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان نیز محسوب می‌شود، همزمان با شیبا اینو نام چند توکن دیگر را به فهرست ارزهای مبادله خود افزوده است. گفتنی است که این صرافی در سال 2013 راه اندازی شد و اکنون حدود 400 هزار کاربر ثبت نام شده دارد. حالا شیبا با ارزش بازار حدود 19 میلیارد دلار در رتبه 13 بازار قرار داشته و سهم 82% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از شیبا اینو در این لحظه با قیمت 0.4035 دلار با احتساب نرخ تدری 29998 تومان معادل 1 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن حدوداً 2.5 میلیارد دلار است که واقعاً نسبت به دیروز حدوداً 500 میلیون دلار افزایش یافته است. قیمت در 24 ساعت اخیر حدوداً 5% دوباره افزایش یافته است. بالاترین قیمت شیبا اینو در تاریخ 6 آبان 1400 معادل 0.4208 دلار بوده که همینک 59% پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. دوستان عزیز توجه کنید، بالاخره بعضی سایت‌های ایرانی و بعضی سایت‌های خارجی قیمت‌ها رو اصلاح کردند. تعداد واحدهای در گردش شیبا اینو 549 تریلیون و تعداد کل واحدهای آن 589 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در آن شیبا اینو معامله می‌شود، یک صرافی سهم حدود 20%، نزدیک 20% از حجم معاملات روزانه است و تغییرات یک ساعته، یک روزه، 7 روزه، 6 ماهه و یک ساله همگی مثبت بوده، یعنی که روند سودی داشته، ولی تغییرات 14 روزه، 30 روزه، 60 روزه روند نزولی رو داشته که مطمئناً در آینده به روند سودی تبدیل خواهد شد. بهای پالیگان به اوج تاریخی خود نزدیک می شود. بهای توکن بومی شبکه پالیگان پس از تثبیت حمایت سطح 2 دلاری در 20 دسامبر یعنی 29 آذر اکنون در حال نزدیک شدن به اوج قیمتی خود است. این توکن اوج قیمتی خود را در ماه اردیبهشت و در قیمت حدود این نزدیک 3 دلار ثبت کرد. طبق داده های کوین مارکت توکن پالیگان در 24 ساعت گذشته بیش از 10% وضع تا دسامبر تا کنون حدود 60% رشد داشته و اکنون به قیمت دوستان عزیز دقت کنین سنت هستش که نزدیکای 3 دلار معامله می شود. از جمله دلایل رشد چشمگیر پالیگان می توان به وارد شدن به حوزه توکن های غیر مثلی و راه اندازی مکانیزم توکن سوزی اشاره کرد. افزایش محبوبیت چین نهنگای اتریوم. طبق آمارهای پلتفرم تحلیلی ویل، توکن چین بیشترین حجم معاملات 24 ساعت گذشته را در بین نهنگای اتریوم دارد. بر اساس این داده چین همکنون 1% معادل حدود 260 میلیون دلار از کل دارایی 1000 کیف پول برتر شبکه اتریوم را به خود اختصاص داده است. گفتنی است که پس از اتریوم شیبا اینو همچنان بیشترین محبوبیت را در بین نهنگای اتریوم دارد. طبق داده های ویل شیبا اینو حدوداً 9% نزدیک 2 میلیارد دلار از دارایی 1000 نهنگ برتر اتریوم را به خود اختصاص داده است. و نهنگ ها بیش از 34 هزار بیت کوین در 24 ساعت گذشته جابجا کردند. همزمان با بازگشت قیمت بیت کوین به بالای سطح 49 هزار دلار، پلتفرم رصد تراکنش های ویل گزارش کرده است که در 24 ساعت گذشته مجموعاً بیش از 34 هزار بیت کوین به عرشه حدودای نزدیک 2 میلیارد دلار توسط نهنگ ها جابجا شده است. دو تراکنش بزرگ گزارش شده در این میانی شامل یک تراکنش خیلی زیاد بیت کوین معادل حدود 730 میلیون دلار و همچنین تراکنش دوم نیز به انتقال حدود 495 میلیون دلار بودند. مردم پاکستان 20 میلیارد دلار ارز دیجیتال دارند. ناصر رئیس وقت فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع پاکستان طی یک کنفرانس خبری اعلام کرد که ارزش دارایی ارز دیجیتال مردم پاکستان 20 میلیارد دلار است. وی اظهار داشت که این ارزش گذاری بر اساس تحقیقات اتاق بازرگانی انجام شده است. وی همچنین با اشاره به اینکه هند محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است، از دولت پاکستان خواستار اتخاذ سیاست‌هایی در مورد ارزهای دیجیتال شد. گفتنی است که پیشتر پلتفرم تحلیلی در شاخص پذیرش ارزهای دیجیتال 2021 که پاکستان به دلیل رشد شدید پذیرش ارزهای دیجیتال پس از ویتنام و هند در رتبه سوم کشورهای جهان قرار گرفته بود.
اما شیبا بالاخره روند سودی خودش رو آغاز کرد. شیبا در این لحظه باقی مانده 0.4 تا 0.35 دلار معامله میشه که همتون میتونید خریداری کنید. از جان توجه کنید اگر قصد خرید شیبا دارید خواهشاً اقدام کنید، چون مثلا شاید دلار منتظر این باشید که دوباره بازار قیمتی پایین بره و بعد از اون خرید کنید. حتما توجه داشته باشید شاید یک بار انفجار رو شروع کنید که این احتمال وجود داره و در سال 2022 منتظر انفجار شیبا باشید که رکورد قبلی رو جابجا میکنه و در سالهای 2023 و یا در سال 2025 یک صفر دیگه میندازه و خودش رو به مرزهای 1 سنتی و بعد از اون به 1 دلاری نزدیک میکنه. حتما اگه قصد خرید شیبا دارید تمکن میتونید اقدام کنید و اگه با صرافی مشکل دارید میتونید از طریق بعضی برنامه هم اقدام کنید. اما آیا بالاخره شیبا اینو در سال 2022 در صرافی رابین هود لیست میشه یا نه؟ مطمئنا منتظر این باشید که در سال 2022 شیبا در صرافی رابین هود لیست بشه، چون به گفته یکی از افراد که حدودا دو روز پیش منتشر شد به گفته که رابین هود داره روی لیست کردن شیبا اینو برنامه ریزی میکنه برای سال 2022. به همین دلیل حتما این احتمال وجود داره که در سال 2022 شیبا در صرافی رابین هود لیست بشه و با لیست شدن شیبا در صرافی رابین هود مانند دوج کوین که در صرافی رابین هود لیست شد باعث انفجار دوج کوین و همچنین سودهای هنگفت برای هولدرها و تیم توسعه دهنده دوج کوین شد و یک سود خیلی بزرگی برای رابین هود هم به وجود آورد، حتما شیبا هم این روند رو ادامه خواهد داد. اما شاید انفجار شیبا این بار بیشتر از هر انفجار دیگری باشه، چون در سال 2022 قرار انفجار شیبا رخ بده و همچنین در کنار این انفجار در صرافی رابین هود لیست بشه مطمئناً انفجار چند برابر خواهد شد و برای هولدرها، طرفداران و تیم توسعه دهنده شیبا و خود رابین هود سودهای هنگفتی به ارمغان میآورد. حتما اگه قصد خرید شیبا دارید میتونید اقدام کنید عزیزان. و آیا شیبا به 1 سنت و بعد از اون به 1 دلار میرسه یا نه؟ این صحبت خیلی مهمه که در سال 2022 منتظر این نباشید که شیبا به 1 سنت و بعد از اون به 1 دلار برسه، اما در چند سال آینده منتظر این باشید که شیبا به 1 سنت و بعد از اون به 1 دلار برسه. به گفته کارشناسان در سالهای 2023 و 2025 شیبا یک صفر دیگه میندازه و خودش رو به مرزهای 1 سنتی و بعد از اون به 1 دلاری نزدیک میکنه. دوستان عزیز، سودهای 25 برابری، 50 برابری، 100 برابری در انتظار شماست. اگه ما میگیم سودهای 25 برابری، 100 برابری یا حتی 50 برابری یا حتی 200 برابری شیبا میتونه به شما تعلق بگیری، این به این منظوره که شما اگه اون رو در بازار قیمتی پایین خریده باشید این سود تعلق میگیره. مثلا شما اگه در بازار قیمتی 0.4 تا 0.28 خریده باشید مطمئنا به بازار قیمتی بالاتر برسه سودهای 100 برابری رو شما تعلق میگیره و سودهای 25 برابری نسبت به اون بازار قیمتی و روند سودی شیباست که ما میگیم این سودها بهتون تعلق میگیره با استفاده از رشد شیبا و همچنین تعداد هولدرهای شیبا. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کانالش رو هم فعال کنید تا هیچ چیز از ویدیوهای ما رو از دست ندید. تا درودی دیگر، بدرود.